حفظی آقای خودتم دیگه چی حفظی؟ نهج البلاغه نهج البلاغه قرار الحکم قرار الحکم نهج الفصاحه نهج الفصاحه دست بزنی فقط دست نه آقای همون بزن فقط دست باید رئیس کن رئیس براش احسن احسن بفرم سعید خب. سجادی اول میذاشتی جواب میداد بعد بلند میشه حالا باور کردی دیگه دیگه چی حفظی؟ شعرهای حافظ حفظم، شعرهای مولانا رو موضوعی حفظم، گلشن راز کامل حفظم، عرفونی شد 25 سال حفظه 25 ساله که طب اولی سینای بزرگ کار میکنم شیخ رئیس القانون فی طب طب النبی طب الرضا طب المفید طب الجامع توفیع حکیم مؤمن طب الصادق طب الباقر و آقا رسالت چی گفتم کنترل ماشاءالله آقا حافظ و حفظ من با یه غزل دو سه بیت یه غزل رو برامون بخونه و بعد دلم رمیده روی وشیز رنگیز دروغ وعده و قتال فعل و هنگامیز فدای پیرهن چاک ماه رویان باد آفره. هزار جامعه تقوا و خرقه پرهیز فرشته اش نداند که چیست ای ساقی بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز پیاله بر کفنم بند تا سحرگه هش به می ز دل ببرم آفره. حول روز رستاخیز احسن الله 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 فهمیدن تفسیر این آیه است لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه هذا یومکم الذی کنتم توعدون اون روز فزع اکبر اینا رو به حزن و ناراحتی هرگز نمیاره بلکه اینا به لقا بلهم به لقاء ربهم ربهم مؤمنون لقاء پروردگار میسن این دیو ماذا عن الشعر العربي هل ماذا يحفظ من الشعر العربي الشعر العربي لاي شعراء ماذا انا عربي خودش صحبت میکنه سئل عن علي عليه الصلاه والسلام من اشعر الشعراء في نهج البلاغه قال لا يتيهون في واد مشخص ولا بد فالملك الظليل اشعر الشعراء قيل وما الملك الظليل قال امرؤ الغيث الذي كان شعره معلق في داخل الكعبه صحيح از امام علی علیه السلام سوال شد تو نهج البلاغه که کی از همه شاعر تر فرمود در یک وادی مشخصی نرفتن مثلا لیریک رفتن اپیک رفتن عاشقانه رفتن عارفانه اما به ناچار پس اون پادشاه گمراه ملک الظليل امرؤ الغيث بهترین شاعر شاعر اول دوره جاهلی بدايه لحظه قال رسول الله لحظه تفضل استاد نذهب ام نتكلم ما برم والله انا تلميذكم جميعا ما شاء الله خلاص يا اكمل من كما قلت من المعلقه لامرئ القيس وليل وليل كموج البحر الخاص لحظه افهمك حبيبي مؤمن وليل كموج البحر الخاص وجيدا كجيد الريم علي بانواع الهموم ليبتلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر هطى والسيل من حطه رائين خيلي ساخر احسن مرتضی جان در فضیلت امیرالمومنین شعر عربی حفظی 100% خیلی مثلا قصیده کوثری سید رضا هندی رو حفظی اون حفظم بعد اون شعر معروف سید همیری سید همیری بخون فتفنی الى جنب حیدر وقتی منو تو نجف کنار حیدر دفنید ابی شبر اکرم بهی و شبیری پدر حسن و پدر حسین که اسم این دوتا اومده تو تورات فلست و اخاف النار عند جوارهی وقتی من بمیرم از آتش جهنم در نجف نمیترسم چون نمیاد و ولا اتقی من نکیر ولا منکری و از نکیر و منکرم نمیترسم فعار علی حامل هما و هو فی الحما اذا ظل فی البیداء اقال بعیری این تضمینی از مولای من که اقسم بالله و آلائه و المرء اما قال مسئول ان علی ابن ابی طالب علی طغا و البر مجبول ای که گفتی فمن یموت یرنی جان فدای کلام دلجویت باش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت خدا الله استاد هذا هلا ما منا يعني بشر ام كمبيوتر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خدا نخواسته باشد که دوری تو ببینم چه در حیات علی جان چه در ممات علی جان زان که شنیدم فمن یموت یرنی را هوای موت به سر دارم و ممات علی جان با امیرالمومنین محشور باشم من صفامو کردم قرآنش با شما آقا بفرمایید بسم الله یادم رفت چیکار باید بپرسین دیگه قرآن بپرسین حافظ کل قرآن میخوای بشینی مرتضی جان هر جور راحت بشین آقا مرتضی بشین آقا مرتضی بیش فعال نمیشه نه من وای میسم اینجا شما آقا مرتضی سوالای سری کلمات سری میپرسم بدون توضیح
الموقدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. سورة المعركين سورة المعدة جزء خامس القرآن الكريم سورة الخمس آية الثالث مرضعة مرضعة آية الاثنين سورة الحج جزء 17 بعد سورة المعركين أنبياء يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت هل روزي روز قيامت مادر الشيردة بعد چشو فهل ميكونه فرار ميكونه ميره قميص أربعة في سورة المباركة اليوسف چهار بار در سورة يوسف اومده از آية 26 واستبغ الباب وقدت قميصه من دورن بودا فرار کرد واعية وجاو على قميصه بدا من كذب خمسة مرات واعية 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 لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية غرع الشيخ حامد عند قائدنا الإمام الصوت الجميل ما شاء الله تصليق شاتر واعية يعني سماع يعني أذن واعية يعني آدمي فربش شود از راه گوش جانور فربش شود از حلق و نوش آدم هایی که میشنوند و انا اخترتو که فستمع لما یوها فکبر سورة المبارکه المدثر آیت الرابع و ربک فکبر اعجاز هذه الآیه انتها ابتدا که مثله و ربک فکبر ربک فکبر برعکس بخونید این آیه را همون میشه السماوات العلا تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا احسنت حوبا إنه كان حوبا كبيرا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا وسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق آية السادس عشر من سورة المباركة الانشقاق في جزء 30 من القرآن الكريم شقاق وإن خفتم شقاق بينهما بعد فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها سورة النساء بعد شقاق إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما نعم يشقاق دقيقة إن الله كان عليما حكيما خب نعم يشقاق كانت شقاق كريم شقاق مرات كثيرة أحسنتم دوتا دقيقة بقيت شقاق وإن خفتم شقاق بينهما فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله سميع العليم ما شاء الله سرعة ما شاء الله نحن في خدمة سؤال ما قفتن كي أستاذ عاشق سوري لغمان شما مخلصتم امروز صبح با صدای أستاذ شاکر نجات بیدار شدن آقا چقدر همون تعریف من زبر من بابا صبح با صدای سوره لغمان شما بلند شد خواب بیدار نشد چرا چون موقع سحر روح آدم در پاکترین وضعیته اون لحظه با آلارم قرآن بلند شین موبایلتون روح انسان بهترین رو دریافت میکنه خب من یه سوال سخت یه جا فقط قرآن گفته یا ایها الذین کفروا سوره تغابونه دیگه یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون سوره تحریم تحریم ببخشید تحریم صفحه 560 تغابون آره آیه پایین صفحه لما تحرم ما احل الله لك بعد یا ایها الذین کفروا پایین صفحه بله من تسلیم حل سوال مفهومی بکنم کجا مال حرام به شیطان ارتباط پیدا کرد یا ایها الناس کلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون احسن یه جا دیگه هم شما بگو که در حقیقت علم ما کمه ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا آیت الله جوادی فرمود چرا میگن وما اوتيتم من العلم الا قليلا یک کم دارید چون قبلش فرمود بلغت کرمنا بنی آدم ما اینا رو خیلی کرامت دادیم اینجا نگفتی که هیچ علمی ندادید یعنی چون اول سینا فرمود تا بدان جا رسید دانش من اول سینا امام خمینی راجع به اول سینا فرمود اول سینا مثل اول سینا ولم یکل له کفوا احد هنوز خیابونای امریکا خیلی از اونا به اسم اولیسینای بزرگه کتاب القانون فی طبش هنوز داره در دانشگاه خارجی تدریس میشه اولیسینا گفت تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم یعنی هیچی نمیدونم من آخرین سوالمو میخوام بپرسم شاکر نجات داریم حامد درویش داریم رزوان احمد داریم ابوالقاسمی غلام رضا داریم قاسمیان حسنین داریم هلو شعر میتونی بگی اسامی داورای ماها اینا توش باشه اسامی میزبان از احمد شروع کنم بله. بله. شاهی که وسی بود و ولی بود علی بود سلطان سخا و کرم و جود علی بود خب. هم حامد و محمود علی بود هم شاکر و مشکور آفرین علی بود. آفرین علی بود همون یا خیر حامد و محمود یا خیر شاکر و مشکور یا خیر راشد و مشکور استاد رزوان درویش بله همونش که پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروش ناخلف باشم اگر من به جوی احسن آفرین آفرین
احمد ابو احمد ابو القاسمی چنین قفس نسزای چمن خوشالهانی است روان به روزه رضوان که مرا ز احمد تا احد یک میم فرق است جهانی اندن یک میم غرق است نام احمد نام جمله انبیاست چون که صد آمد نود هم پیش ماست چو احمدم شفیع بود روز رستخیز از حافظ آخری نه ابو القاسمی بلا کش من پر گناه با احسن ابو القاسمی سخته احمدو که ما آقا چه خبره دیگه آخه گفتن اذیتش کنید آقا مال ما هم نجات نداشتیش گیر ندادیم از قال موسی آقا یا آقا مال ما تو اصول نیست تعلمون عند رسول الله غلام رضا قاسمیان رضا سناخانم سناخانم رضا جانم رضا جانم رضا من بر تو مهمانم تو سلطان غریبانی تو نور پاک یزدانی جانم اینو دیگه نه حسنه اینو دیگه نداری نداری قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیان حسن مغلوب کرد کلمه رو ان فی الجنت نهر باللبن علی و حسین و حسن ان فی الجنت نهر باللبن و حسن نکته علمی رو بگم خدمتون نکته علمی که ما بگو بعدم با امام زمان چشم پروفسور یوشیسینو آموری از دانشگاه مرکزی توکیو اسلام آورد وقتی جایزه نوبل هم برنده شده بود بهش گفتن چرا گفت آیات 183 184 و 185 بقره قرآن مسلمان ها یه پدیده داریم به اسم اتوفاژی یا خودخواری سلولی ایشون اثبات کرد که وقتی روزه میگیرن مسلمان ها دینن قیامن ملت ابراهیم یعنی دین حضرت ابراهیم چه جویش باشه یهودی باشه چه کریستین مانک مسیحی باشه چه مسلمان رسول الله باشه کل تابعین حضرت ابراهیم چون یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم oh who you believe there is written the fasting for you such as wrote the person group before you such as Jewish and Christian monk perhaps and may you be pious تا اینکه شما با تقوا بشید ایشون به این نتیجه رسید soon of afternoon بعد از ظهر زود یعنی ساعت 2 به بعد تمام روزداران بدنشون کم میاره لذا بدن وقتی روده و معده کم آورده از سلولهای کانسر سرطانی که در بدن ذخیره شده به علت بدخوراکی ما بعدن قرار سرطان بگیریم از اینا تغذیه میکنه اتوفاژی میکنه و اینا رو دیستروی میکنه نابود میکنه و طبق حدیث پیامبر ایشون اثبات کرد که سومو تصحو روزه بگیرید سالم و سلامت باشید ایشون اسلام آورد یک کتابم داریم فاستینگ The Royal Way to Healing روزه راه شاهانه رسیدن به سلامتی هرمان هته آلمانی به انگلیسی هم ترجمه شده در این کتاب بیشتر از 70 بیماری رو برده که روزه از بین میبره چرا؟ چون فهمود و انت سومو خیر لکم ان کنتم تعلمون اگه روزه بگیرید برای شما بهتره اگه قدر این حقیقت رو کاملا بدونید چرا؟ چون فرمود کثرت الاکل و نوم تفسدان البدن و تجلبان المضره حضرت علی فرمود زیاد خوردن و خوابیدن هم معده رو خراب میکنه هم خواب رو خراب میکنه چرا؟ الان قرص خواب زیاد میخورن انگلیس ها میگن ride ride stone lie lie furnace مثل سنگ بخواب مثل پر بلند شو اما تو ایران راید راید فرنیز لای لای استون مثل پر میخوابن مثل سنگ بلند میشن في قصيده من كلماتي والحاني عن الصوم بهذه المناسبه الصوم هو الركن الرابع كم فيه فوائد ومنافع الصوم هو الركن الرابع كم فيه فوائد قول الهادي الشافع جميل صمت جوع سحر و خلوت و ذکر به دوام صمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام فرشته خو شود آدمی به کم خوردن اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی توهی از حکمتی به علت آن که پری از طعام تا بینی این دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد طفل جان از شیر شیطان پاک کن بعد از آنش با ملک انباز کن چند خوردی چرب و شیرین از طعام امتحان کن چند روزی در صیام گر تو این انبان زنان خالی کنی
پرز گوهرهای اجلالی کنی. طفل جان از تیرش از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز بکن. ایشالله که ماه مبارک رمضان بر همه عزیزان مقبول باشه. به قول حافظ، زانمه عشق که از او پخته شود هر خامی، گرچه ماه رمضان است بیاور جامی. سالها گشت که دست من مسکین نگرفت، زلف شمشاد قدی ساعد سیمندان. افتخارش. ببخشید.